سلام به جلسه 11 هم خوش اومدیم تقریبا داریم به انتهای دوره کسرت یافتن میرسیم در این جلسه قصد دارم در مورد موانع کسرت یافتن صحبت کنم ما با هم خادم سوم رو که اسمش رو لری گذاشتیم بررسی خواهیم کرد چه چیزی مانع کسرت یافتن او شد اولین چیزی که او گفت این بود که میدانستم تو مرد تندخویی هستی اشتباه اول این بود که او شخصیت سرور خودش رو نمیشناخت و بعد او گفت که پس ترسیدم ناگاهی او شخصیت سرورش و پیشفرض اشتباه درباره او سبب شد که او بترسه بسیاری از مردم به این سرنوشت دچار میشن وقتی ما خدا رو صمیمانه و از نزدیک نمیشناسیم از او میترسیم و در نتیجه کثیر نمیشیم این در مورد همه صادق نیست ولی سرنوشت عده بسیاری اینطوره داستانی هست در مورد شناخت خدا که میخوام براتون تعریف کنم فکر میکنم خیلی قابل توجه باشه سالها پیش برای سخنرانی در یک کنفرانسی از دنور به هاوایی رفته بودم یک کنفرانس در مورد رهبری بود یادم بعد از هشت ساعت پرواز در محوطه استخر هتل نشسته بودم و منتظر بودم که اتاقم رو آماده کنن. و یه خانم دیگه هم اونجا نشسته بود که از نحوه لباس پوشیدنش معلوم بود که او هم منتظر آماده شدن اتاقشه شروع کردیم به صحبت کردن و فهمیدم که او هم برای شرکت در یک کنفرانس دیگه ای که در همون هتل قرار بود برگزار باشه به دنور اومده بود به گفته گمون ادامه دادیم و اون از من پرسید که شغلم چیه چرا به دنور اومدم من هم گفتم برای سخنرانی در یک کنفرانس اینجا اومدم من خادم انجیل هستم و وقتی اینو شنید بلا فاصله شروع کرد از دانشش در مورد خدا صحبت کردن هر چه در مورد خدا میتونست رو برام تعریف کرد و بعد از چند دقیقه میتونستم بگم که این زن هیچ چیز در مورد خدا نمیدونه و اون هی به صحبتاش ادامه میداد و من گفتم ای روح القدس چی باید به این زن بگم و خداوند ایده ای بهم بخشید من اجازه دادم رو تموم بکنه و گفتم اون آقا رو که اون طرف استخر نشسته میبینی اون گفت بله گفتم اجازه بده بگم که اون مرد کیه اون یک گیاهخواره او هیچ محصول حیوانی رو نمیخوره دوم که او داره تمرین میکنه چون میخواد عضو تیم المپیک آمریکا بشه اون عاشق چتر بازیه او عاشق بازی تنیسه او عاشق بازی راکتباله و همچنین عاشق نقاشیه بعد گفتم اون خانم رو اون طرف با لباس شنا میبینی؟ گفت بله میبینم. گفتم اون هم همسرشه و تقریبا ده سال از او کوچیکتره. اون خانم دیگه داشت با سردرگمی به من نگاه میکرد با خودش فکر میکرد که چرا من که داشتم در مورد خدا حرف میزدم این مرد ناگهان بحث رو عوض کرد در مورد اون مرد در اون طرف استخ الان داره صحبت میکنه من حس کنجکاوی اون رو کاملا بیدار کرده بودم گفت از کجا اون آقا رو میشناسی آیا اومده تا در همون کنفرانسی که تو در اون شرکت داری شرکت کنه گفتم نه من اونو نمیشناسم ناگهان چهره او کاملا تغییر کرد و ظاهرش پر از نگرانی و آشفتگی شد با خودش فکر میکرد این آدم یک کاراگاه خصوصیه یا معمور CIA یا FBI از کجا این همه اطلاع در مورد اون فرد داره دقدقه و سردرگمی رو از چهرهش خوندم و بلافاصله گفتم اون چه گفتم اعتقاد من درباره اون مرده به من نگاه کرد و من گفتم شما کلی درباره شناختتون از خدا برام تعریف کردین و اتفاقا من هم خدا رو خوب میشناسم و تقریبا همه اون چیزی که شما گفت گفتین با آیات کلام خداوند که با هدف شناخت او به ما داده شده هیچ سازگاری نداره گفتم همونطور که شما یک ایمان خود ساخته در مورد خدا دارین من هم یک باور ساختگی در مورد اون مرد ارائه دادم اما میخوایم بدونین چرا بیشتر اونچه در مورد اون مرد گفتم حقیقت نداشت چون من هرگز برای شناختن اون باهاش وقت صرف نکردم و گفتم من معتقد نیستم که شما زمانی رو برای شناختن عیسی حقیقی اختصاص داده باشین. مکالمه از اون نقطه به بعد کم تر شد و کمی بعد از این حرف من ایشون بلند شد و رفت. اما من مطمئنم که تأثیری ماندنی روی او باقی گذاشتم. اما این فقط به اون نشان داد که چه شانس خوبی در اختیار دارم. من واقعا خدا رو خوب نمیشناسم. بنابراین برای همه ما این فراخوان وجود داره که خدا رو از نزدیک بشناسیم. اما این این دارای مؤلفه هایی هست. پولس رسول اینطور میگه که رابطه ما با عیسی مسیح مانند مردی هست که والدینش رو ترک میکنه و به همسر خودش میپیونده. پولس میگه آنها یک تن خواهند شد. اما این در واقع مثالی هست در افسوسیان 5.32 در مورد یکی شدن مسیح و کلیسا. پس خدا یک مثالی به ما داده که طبق اون ما میفهمیم که رابطه هر روز ما با او به چه شکلی باید باشه و اون باید مثل رابطه ازدواج بین مرد و زن باشه کمی بیشتر در این باره صحبت بکنیم با وقتی زنی با لباس عروسی از راهروی بین سندلی های کلیسا به سوی منبر قدم میزنه در حقیقت داره پیام خیلی مهمی رو منتقل میکنه او داره با 3.5 میلیارد مرد دیگه در دنیا خداحافظی میکنه او داره با هر مردی روی کره زمین خداحافظی می میکنه این اون مردی هست که من تمام قلب و زندگیم رو به او تقدیم می کنم. ما هم به همین شکل وارد یک رابطه حقیقی با عیسی مسیح میشیم. به این شکل ما خدای خالقمون رو از نزدیک می شناسیم. به این سخنان عیسی دقت بکنید. این آیات در باب 16 انجیل متا اومده. اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد آن را از دست خواهد داد اما هر که به خاطر من جان خود را از دست بدهد آن را باز خواهد یافت تنها راه شناختن عیسی انکار نفس است شناخت خدا یک اتفاقی نیست که در طول زندگی یک بار اتفاق میافته بلکه روندی هر روزه در خدمت کردن و محبت کردن به او درست مثل رابطه ای که یک زن و مرد در ازدواج دارند اگه بخوایم در مورد کلید حقیقی شناخت خدا صحبت کنیم اسم این کلید ترس مقدسه امثال یک هفت میگه ترس خداوند سرآغاز دانش است کدام دانش دانش علوم دانش کتب و مقدس خیر امثال باب دو آیت یک تا پنج به ما میگن ترس خداوند سراغاز شناخت از نزدیک خداونده. خداوند میگه وقتی شما فریاد بلند میکنین که او رو بشناسین، وقتی او رو با تمام قلب جستجو میکنین، وقتی کلام رو با هدف شناختن او تفتیش میکنین، شما ترس خداوند رو درک خواهین کرد و به شناخت خدا دست خواهین یافت. ما شاید بگیم ما امروز تصمیم داریم خدا را از نزدیک بشناسیم. نمیخوام با گفتن ترس خداوند شما رو به حراس بندازم. چون وقتی مردم این اصطلاح رو میشنون میگن منظور چی از ترس خدا؟ خداوند به من روح ترس نداده. ترس خداوند به منزله حراس و وحشت از خدا نیست. شما هرگز نمیتونین با کسی که ازش حراس دارین صمیمی بشین. ترس خداوند یعنی حراس داشتن از دور شدن از او. معرفی مسنجر ایکس فضایی کاملا جدید برای دانلود منابع و پخش ویدیوها این یک کتابخانه دیجیتال از تاوی منابع شاگردسازی از طرف جان و لیزا بیور شامل دروس ویدیویی کتابهای صوتی کتابهای الکترونیکی فیلمهای کوتاه و کتاب مقدس این فضای جدید بر روی تمام دستگاه های شما قابل کاربرد است کاملا رایگان و در 111 زبان شاگردسازی برای همه در همه جا اپلیکیشن را از مسنجر X دانلود کنید پس اولین تعریف از ترس خداوند حراس از دور شدن از اوست. ترس خداوند به معنای حرمت گذاشتن اوست. حرمت گذاشتن کلمه پرمعناست. به چه معناست؟ به معنای احترام گذاشتن، تکریم و ستایش کردن او بیش از هر چیز یا هر کس دیگری. این همون مفهومی است که در سخن عیسی میبینیم ما او را بالاتر از هر چیز قرار میدیم. زندگی ما دیگه به ما تعلق نداره، بلکه به او تعلق داره. این یعنی ما بالاترین میزان حرمت رو به او داریم و خواسته های قلبی او رو ارزشمندتر و گرانقدرتر قدرتر از خواسته های خودمون بشماریم. یعنی آنچه او دوست داره رو ما دوست داشته باشیم و از اون چه او متنفر هست ما نفرت داشته باشیم. اون چه برای او مهم است برای ما مهم باشه و اون چه برای او مهم نیست برای ما هم غیر مهم باشه. این ترس مقدس ما رو در موضعی قرار میده که رابطه حقیقی و ملموس با او داشته باشیم. وقتی به موسا و بنی اسرائیل نگاه میکنیم، اونها خدا را از جوابهایی که به دعاهای موسا میداد میشناختند. اونها کارهای او رو میشناختند، اما موسا طریقهای او رو میشناخت. موسا خواسته های خداوند رو بالاتر از هر چیزی قرار داده بود و این باعث به وجود آمدن شناختی صمیمانه از خدا شد. وقتی به بنی اسرائیل نگاه میکنیم، اونها همیشه خدا رو ستمگر تلقی کردن. خدایی که به ما گرسنگی تحمیل میکنه اون داره بچه های ما رو میکشه حداقل در مصر چیزی برای خوردن داشتیم حالا ما رو به این بیابون آورده تا ما رو هلاک کنه اونها او رو خدای ظالم محسوب میکردن این همون دیدی بود که خادم سوم نسبت به سرور خودش داشت من فکر میکردم که تو مرد تندخو و ستمگر هستی بنابراین وقتی ما خدا رو نمیشناسیم پیشفرض نادرستی از که بودن او در ما شکل میگیره و نکته که میخوام به شما یادآوری کنم اینه که همه قوم بنی اسرائیل از مصرهایی رهایی یافتند مصر نمادی از دنیاست خروج از مصر نمادی از تولد تازه است بنابراین اینجا ایده از مردم رو میبینیم که سایه و نمادی از مردمی هستند که نجات رو دریافت خواهند کرد اما هنوز شخصیت خدا رو نمیشناسن اونها هنوز زور یک خدای ستمگر میدونن چون اونها ترس خداوند رو ندارن به همین دلیل وقتی خداوند بر روی کوه نازل شد و همه مردم فرار کردند موسی به اونها گفت نترسین چون خداوند اومده تا ببینه آیا ترس او در قلب شما هست یا نه تا شما مرتکب گناه نشین خداوند مشتاق بود که همون رابطه نزدیکی که با موسی داشت رو با اونها داشته باشه چون او گفت من شما رو از مصر بیرون آوردم تا نزد من بیایید تا شما رو مملکتی از کاهنان و امتی مقدس سازم اما اونها او رو رد کردن چون ترس مقدس رو رد کردن پس اگه شما حقیقتا مشتاق شناخت خدا هستین و نمیخواین به سرنوشت خادم سوم دوچار بشین شما باید خود رو انکار کنین صلیب رو بردارین و با شادی از پی مسیح روانه بشین او را خدمت کنین و خواسته های او را بالاتر از خودتون قرار بدین okay. بسیار خوب بیاین ادامه بدیم دومین اشتباه خادم داشتن ترسی نامقدس بود پس اولین اشتباه نداشتن ترسی مقدس بود دومین اشتباه داشتن ترسی نامقدس بود در ظاهر تناقض به نظر میاد اما حرفم رو باور کنین این موضوع واقعیت داره خادم سوم این جمله رو گفت من ترسیدم چه اتفاقی افتاد ترس او را فلج کرده بود محبت خدا دقیقا خلاف ترس نامقدسه در اول یوحنا 4:18 یوحنا میگه محبت کامل ترس را بیرون میراند هرگز فراموش نمی کنم وقتی که در ساندیاگو در ایالت کالیفرنیا بودم خبر کشته شدن پسر یکی از شبانان خیلی معروف به گوشم رسید فکر کنم در اثر تصادف کشته شده بود و من کمی شوکه شده بودم یادمه که جلسه تموم شده بود و رسیده بودم به اقامتگاهم کفشم و در آوردم تا بعد لباسام رو عوض بکنم و آماده خوابیدن بشم و این افکار به ذهنم حمله ور شدم فلانی یه خادم مشهوره و پسرش در اثر برق گرفتگی فوت کرد فلانی یک خادم خیلی معروفیه و پسرش در اثر سانهه رانندگی کشته شد این خادم هم پسرش در اثر تصادف اتومبیل کشته شده فلانی هم یه خادم خیلی معروفه او سه فرزند داشت و هر ستای اونها فوت کردند. و باید اعتراف کنم که ترس منکوب کننده ای وجودم رو فرا گرفت اما در همون وضعیت خداوند در رحمت خودش با عمق قلبم سخن گفت و او گفت پسرم هر جنبه از زندگی که در اون احساس ترس داری جنبه ای هست که تو اون رو به من تسلیم نکردی و تو هنوز مالک اونی و به شدت غافلگیر شدم و با خودم گفتم خدای من من مالک پسرهام هستم من مالکیت چهار پسرهام را دو دستی چسبیده بودم و بعد در اتاقم شروع به جست و خیز و فریاد کردم و اسم پسرهام رو فریاد می کردم گفتم ادیسون اون مال من نیست اسم هر چهار پسرم رو فریاد کردم و گفتم خداوندا اونها از آن تو هستند من و لیزا امانت داران این پسرانی هستیم که تو اونها رو به ما بخشیدی اما ای شرید در نام عیسی مسیح تو فرزندان منو هلاک نخواهی کرد نتیجه چی شد ترس از دست دادن پسرهام برای همیشه در اون روز منو رها کرد دیگه هرگز به اون فکر نکردم تا امروز حتی برای یک لحظه چرا چون من اونها رو به کسی تسلیم کردم که صاحب اونها بود یعنی خداوند محبت کامل ترس را بیرون میراند بزرگترین محبت چیه جان خود رو فدا کردن وقتی ما خودمون رو انکار میکنیم و تسلیم او ترس بیرون رانده میشه دوباره بگم هر بخش از زندگیتون که ترس بر اون حاکم هست بخشیه که اون رو تسلیم صلیب نکردین پولس به تیموتائوس که پسرش در ایمان بود اینطور مینویسه ای تیموتائوس به آن عطایی که در توست بی اعتنایی مکن بیعتنائی به معنای قفلت، چشپوشی، فکر نکردن در مورد چیزی و بیتوجهیه. این همون کاری بود که خادم سوم انجام داد. با این تفاوت که خادم سوم سرور خودش رو فردی ظالم میدونست. اما تیموتاوس خدا رو پدری پرمحبت محبت میدونست. اما او همچنان به عطای خودش بی می میکرد. در نتیجه همه اون افرادی که عطای خودشون رو نادیده میگیرند رو نمیتونیم جزو اونهایی محسوب کنیم که دید نادرستی در مورد خدای پدر دارند. کسانی هستند که حقیقتا خدا را دوست دارند اما نسبت به اهمیت عطای خدا در زندگیشون قافل و بی‌اعتنا هستند پولس مجبور بود که دو بار در این مورد به تیموتائوس بنویسه و بگه تیموتائوس اون عطای خداوند در تو غیر فعال و خاموش شده تو باید اون رو دوباره مشتعل بکنی یعنی اون رو دوباره به حیات برگردونی یعنی مثل آتشی که در حال خاموش شدن بر اون بدمی تا دوباره مشتعل بشه آتشی رو تصور کنین که در حال خاموش شدنه و شما بر اون میدمید و کمی هیزم به اون اضافه میکنین و ناگهان مجددا شعله ور میشه عطایای ما ممکنه خاموش بشن اون توان توانایی خدادادی ما میتونه در ما خاموش و غیر فعال بشه چرا پولس به تیموتائوس میگه دلیلش غلبه روح ترس بر تو هست در این بار الان زیاد نمیخوام صحبت کنم چون یک دوره کامل ضبط کردیم با عنوان شکستن ترس سالها پیش کتابی نوشتم با عنوان شکستن ترس وقتهایی پیش میومد که بلند میشدم موعظه کنم اما یک کلمه هم نمیتونستم بیان کنم و خیلی سردرگم میشدم دیروز آتشین و پرشور موعظه کرده بودم کاملا آزاد و پر از شادی و انرژی رب، یک فکر رو نمیتونم تو ذهنم سر و سامان بدم چه اتفاقی افتاده چه گناهی مرتکب شدم در حالی که واقعیت این بود که من تحت تاثیر روح ترس قرار گرفته بودم زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس بلکه روح قوت و محبت و انضباط است پولس به تیموتائوس اینطور میگه عطایی که بر تو هست رو شعله ور ساز بسیاری از شما تصور و تفکر درستی درباره خدا دارین اما شما هم مثل تیموتائوس باعث شدین که عطیتون غیر فعال باقی بمونه این موضوع خیلی مهمیه سخن پولس رو به یاد بیارین وای بر من که مباشر امینی برای عطیه خدا نباشم چرا چون خداوند این عطیه رو به شما داده تا دیگران از اون بهرهمند بشن و وقتی شما اون رو به کار نمیبرین این یعنی اون چه مقصود خداوند برای دیگران بود محقق نخواهد شد امیدوارم گفته ها مفید بوده باشه این موضوع خیلی مهمیه که ما عطایای خودمون رو بشناسیم و به خاطر روح ترس به اونها بی نکنیم این ترس میتونه ترس ناشی از عدم شناخت شخصیت خدا باشه یا صرفا ترس از شکست و عدم موفقیت باشه خیلی از مردم حتی قبل از اینکه شروع بکنند از شکست خوردن میترسند ترس از شکست قارتگره اون عطیه خدا رو از ما به قارت میبره همه شما رو خیلی دوست دارم امیدوارم این درس رو از زبان کسی که مثل پدر شما رو دوست داره و مشتاق دیدن موفقیت های شماست بپذیرید و جلسه آینده جلسه آینده بهترین جلسه من خواهد بود ما درباره وسعت بخشیدن به عطایامون صحبت خواهیم کرد پس تا جلسه بعدی معرفی مسنجر X، فضای کاملا جدید برای دانلود منابع و پخش ویدیوها این یک کتابخانه دیجیتال است تابی منابع شاگردسازی از طرف جان و لیزا بیوه شامل دروس ویدیویی کتابهای صوتی کتابهای الکترونیکی فیلمهای کوتاه و کتاب مقدس این فضای جدید بر روی تمام دستگاه های شما قابل کاربرد است کاملا رایگان و در 111 زبان شاگردسازی برای همه در همه جا اپلیکیشن را از مسنجر X دانلود کنید